به شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از استودیوی تفسیر خبر در واشنگتن آفتابی. یک بعد از ظهر آفتابی اما سرد واشنگتن با شما خواهیم بود از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در واشنگتن جدال و چالش در عرصه مقدمات انتخابات ریاست جمهوری این کشور آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده است. نامزدهای حزب جمهوری‌خواه همچنان به سخنانی علیه یکدیگر می‌پردازند و در آن سو در اردوی دموکرات‌ها نیز هرچند تعداد نامزدان عملاً دو تن بیشتر نیستند، خانم کلینتون و آقای ساندرز، آنها نیز گفتن علیه یکدیگر رو آغاز کردن. رسانه‌ها نقش مهم و تعیین کننده خود رو همچنان که در تاریخ دموکراسی آمریکا داشتند ایفا می‌کنند. گروهی این سو، گروهی سوی دیگر. در ایران نیز مقدمات انتخابات در جریان است. مقدمات انتخاب بین بد و بدتر، نوعی دموکراسی اختراعی ایرانیان پس از انقلاب اسلامی. رسچنگا به پای صندوق‌های رأی رفتن و بین بد و بدتر کسی رو یا کسانی رو انتخاب کردن، نوعی یادآور همون ضرب المثل یا گفته عامیانه کوچه و خیابان هست، آش کشک خاله. نوعی دموکراسی مرتبط با آشکش که خالت بخوری پاته نخوری پاته به اصطلاح تهرانی. چه اجباری در خوردن این آشکش هست یا نیست بحثی است امیدواریم در روزهای آینده بپردازیم. اما در حواشی همین موضوع انتخابات اختراعی ایرانیان پس از انقلاب اسلامی خبرها بسیار است. علیه همدیگر اردوگاه‌های مختلف در درون حکومت فقیه علیه یکدیگر سخنان بسیار دارند، تا حدودی، تا مرزهای این محدوده حکومت، پیشتر نمیرم. در این زمینه خبرهای ویژه‌ای داریم و نیز در زمینه‌های دیگر با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. اشاره کردم که ما نوعی دموکراسی اختراع کردیم که رسچنگا به پای صندوق‌های رأی می‌روند و انتخاب می‌کنند در ایران بین بد و بدتر. واقعا نوعی دموکراسی انتخابی است. همونطور که نوع حکومت، گفتم به طنز هم نمیگم، نوع حکومت اختراعی ایرانیان برای اولین بار هست در تاریخ تعیین حکومت یا در تاریخ بشریت، نوعی جمهوری، در تاریخ جمهوری بهتره بگم، نوعی جمهوری اختراعی ایرانیان که داریم تا ریاست جمهوری، از ریاست جمهوری به بالا هست که مسئول اصلی هست، ولی فقیه در هیچ یک از کشورهایی هم که زیر عنوان کشورهای اسلامی جمع‌آوری میشن هم چنین حکومتی نداریم و نزدیک به فهم اکثریت مسلمانان کشورهای دیگه هم نیست. فقیه و حکومت، این هم نوع حکومت از یک زبان اختراعی. من فکر میکنم ما ایرانی ها داریم، اون هم زبان زرگری هست. زبان زرگری ظاهرا ریشش برمیگرده، من وقتی مراجعه میکردم به منابعی برمیگرده به بازار زرگرها، وقتی که میخواستن حرفی بزنن و مشتری نفهمه زبونی رو اختراع کردن که بعد هر حرفی یه ز میزن و این وقتی تعداد ز زیاد میشه خود به خود انگاری که یک زبون جدیدی است و به هر حال شنیدنش برای کسانی که آشنایی ندارن مفهوم شدنش بسیار مشکله. شاید ریشه های دیگه هم داره که امیدوارم زبانشناسان محترم به ما
بگن روزی. این زبان به شکل دیگری در جمهوری اسلامی پس از انقلاب راه افتاد و مورد استفاده قرار میگیره. چرا؟ چون در همون دایره محدوده‌ای که من اشاره کردم، خب شنوندگان غریب نیست، بیگانه نیست، بسیارن، میلیون‌ها ایرانی، نباید بشنون کی داره چی میگه. جناح رفسنجانی به جناح احمدی نژاد چی میگه، جناح احمدی نژاد به جناح روحانی چی میگه و بالعکس. وقتی مردم غریبه باشن، زبون زرگری در عرصه سیاسی زبون اول میشه گاه، به خصوص کجا زبون اوله؟ در عرصه های اقتصادی. میبینید که هر جا پرونده اقتصادی هست، حالا اگه 100 تومن و 200 تومن و 1000 تومن و 1,000,000 تومن امروز باشه زیاد مهم نیست، جد و آباد اون نفر رو هم حتی میارن و میگن و اعلام میکنن کی هست، کجا بوده، روابطش با صهیونیسم بین الملل چه بوده، با آمریکای جهان خواه چه بوده، همه اونا رو میگن. اون مسئله نیست، چون باید روشن بشه، چون بیرون از اون دایره است و باید برای امت همیشه در صحنه که در وسط این دایره هستن برای اونا روشن بشه. اما وقتی خودی باشه، نه، زبون زرگری استفاده میشه. من جمله اینجا باز یکی دیگه از اطرافیان آقای رفسنجانی که خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران پارس آمده، فارس، خبرگزاری فارس آمده و گفته درباره یکی از اطرافیان آقای رفسنجانی که اینجا از اسم مرد هزار چهره هم به اون دادن، مرد هزار چهره امروز و حامی دو آتشه دیروز آیت الله، آیا دفتر هاشمی از راندخاری میلیاردی میم میم الف نون بی خبر بود؟ میم میم الف نون، سین دال یه داریم، ف کاف لام بسیار و انواع و اقسام. این یک نوع زبون اختراعی زرگری نوین هست، شاید بشه این عنوانو بهش داد، زرگری نوین، که بیشتر در عرصه اقتصاد از اون استفاده میشه، از این زبون اختراعی تازه در ایران. اسامی مختصر هستن و بعد اشاراتی هم که گاهی میشه اشارات مختصری هستن در حدود بهره‌مندی از همین زبون زرگری. برحال میخواستم تبریک بگم به خاطر اختراعات پس از انقلاب در ایران، یک نظامی که ما ایرانی ها اختراع کردیم، حکومت فقیه ملغمه ای هست از جمهوری غربی و فقیه شرقی، تلفیقی است با درصدهای مختلف. دو، دموکراسی اختراعی ما ایرانی ها، انتخاب بین بد و بدتر، برخلاف اصل دموکراسی که همیشه به سوی بهتر و روشنتر، آینده بهتر هست، اساس انتخاب در دموکراسی های واقعی. و زبان اختراعی جدید، زبان زرگری نوین که ملایان شیعه تقدیم کردن به ایرانیان و جهان اقتصاد. شاید با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب من اینجا اشاره کنم، دیروز اعلام کرده بودیم که در برنامه پنجشنبه شب آقای علیرضا رضایی با من و شما خواهند بود. آقای رضایی سحرگاه امروز به من خبر دادن که قادر نیستن در برنامه باشن، خوشبختانه مهمانان نازنینی برایشون از راه رسیده و من قول گرفتم از ایشون که حقوق مهمانان رو رعایت کنن، چون مهمان هم صاحب حقوقی است که باید کاملا رعایت بشه. مطمئن هستم آقای رضایی چنین خواهد کرد و قوب هفته آینده با ما خواهند بود اگر مهمانان اجازه بدن، مهمانان ایشون. اما
صحبت زبان زرگری و اقتصاد بود در جمهوری اسلامی. این زبان زرگری کاربردهای مختلفی داره، گاه به شکل همون الف میم میاد، میم میم الف نون، دال زال ر، هم انواع و اقسام به این شکل میاد. گاهی اشارات هست، اشاراتی هست به جاهای منابع پول و منابع سپرده‌های عظیم و منابع دیگه، درآمدهای مردم، درآمدهای ملی. اینها فرق می‌کنه، اونها که باید متوجه بشن در درون همون دایره بسته قطعا متوجه میشن. از جمله اینکه صحبت بر سر این بود که وقتی که توافق هسته‌ای انجام بشه وضعیت اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت. یادتون هست همون موقع بلافاصله گفتن که ایران 150 میلیارد دلار ذخیره‌های ارزی داره، بعد یک مسئول دیگه آمد و گفت 150 میلیارد دلار نیست، 90 میلیارد دلاره، بالاخره رسید به 30 میلیارد دلار و بالاخره تر رسید به اینکه آقای سیف همون موقع رئیس کل بانک مرکزی آمد گفتش که نخیر، نه تنها این 30 میلیارد بلکه اینا پیشخور شده. یعنی آمریکایی‌ها خب ضربه زدن دیگه به آمریکای جهانخوار و بقیه موقعی که سپرده‌های ارزی ایران رو مسدود کرده بودن، فکر کردن مسدود کردن. اینطور که ایشون میگه، میگه ما معادل اون پولی که اونجا مسدود شده بود اینجا چه کردیم؟ اینجا تومن چاپ شده بود در دولت‌های احمدی نژاد و دادیم به امت یا هر کسی دیگه. بنابراین اساسا چه نیازی بود به پول‌های سپرده؟ اصلا چه نیازی هست به دلار، پوند، یورو، همه اینا؟ ما میتونیم مثلا فرض رو بر این بذاریم در یه همچین اقتصاد من درآوردی که پول‌های بلوکه شده ما نه تنها 30 میلیارد، 150 یا 130 میلیارد یا هر چقدر کرد، هر چقدر دلمون میخواد میتونیم بگیم 10,000 میلیارد دلار هست و هر وقت خواستیم معادل اون پول‌هایی که اینجا در خزانه‌داری آمریکا هم زیر نگین خزانه‌داری آمریکا یا جاهای دیگه هستم چاپ کنیم بدیم دست مردم، را بیفته کارشون. این هم نوعی زبان زرگری اقتصادی حکومت برآمده از انقلاب هست. اگر قرار بود که پول‌هایی که مسدود میشه معادلش رو فارغ از موجودیت و نقدینگی خود ارزهای مسدود شده معادلش رو به ریال چاپ کرد یا تومان چاپ کرد یا هر چیز دیگه و به بازار ریخت، چه نیازی برای مسدود کردن سپرده‌های ارزی بود و بقیه مسائل؟ به هر حال این پول‌ها به کجا میره، کجا نمیره؟ بخشی از این پول‌ها به گفتیم در برنامه‌های پیشین پرداخت میشه به کسانی که غرامت دیدن، خسارت دیدن در عملیات گروگانگیری و همینطور عملیات تروریستی که حکومت ایران طراحی و اجرا کرده بود به گفته اسناد و مدارک منتشر شده در آرژانتین، خبر عربستان و جاهای دیگه. بخشی از این پول‌ها به اونجا پرداخت میشه. اما برای اینکه ببینیم وضعیت اقتصاد در ایران چگونه هست و به چه سمتی میره و به چه سمتی رفته تا به امروز، بخشی از صحبت‌های آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در حکومت فقیر رو با همدیگه میشنویم، با این اضافه که بارها من اشاره کردم مسئولان جمهوری اسلامی به شکل گزارشگران رسانه‌ای عمل می‌کنند و نه مسئولانی که لزوماً و میباید راه حل‌هایی برای حل مشکلات مردم داشته باشند، مثل هر جای جهان که در اونجا مردم به حساب میان. میشنویم آقای طیب نیا که برخی از اصلاح طلبان و برخی از اصلاح نطلبان هم حتی از او به عنوان یک اقتصاددان برجسته نام میبرند. آقای طیب نیا.
شرکت های دولتی حداقل 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارن و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران رو یعنی حدود 160 هزار میلیارد تومان به او اضافه بکنیم به عدد واقعی نزدیکتر میشیم و این هنوز پایان ماجرا نیست. ما یه چیزی حدود 20 سال هزینه های عمرانیمون رو باید اختصاص بدیم تا فقط بتونیم بدهی های دولت رو تسویه بکنیم و روشنه وقتی دولت بدهی خودش رو به مردم به بخش خصوصی تادیه نمی کنه اونها هم قادر نخواهند بود بدهی خودشون رو به دیگران تادیه بکنن. وقتی دولت بدهی خودش رو به نظام بانکی تسویه نمی کنه خب نظام بانکی هم قادر به تامین مالی مردم و جامعه نخواهد. بنابراین توانایی بانک ها در ارائه تسهیلات به مردم شدیداً تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته. خب این نوع اقتصادی است، نوع اقتصاد اختراعی باز ایرانیان پس از انقلاب هست در حکومت فقیه که همه بدهکارن. جاران تنها کسی که طلبکار هست نکیر و منکر هستن وگرنه همه بدهکار هستن. شرکت نفت نیز بدهکاره 55 میلیارد دلار. در برابر این علامت سوال بزرگ چرا کسی پاسخگو نیست. تازه این اول کار آقای طیب نیا میگه. خب همونطور که اشاره کردم برای اینم نوعی اقتصاد هست و درآمدهای ارزی ایران، درآمدهای نفتی ایران پس از انقلاب بیش از 1000 میلیارد دلار بود. بالای 1400 میلیارد دلار بود. تازه تا چند سال پیش. حالا که درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف نفت در مسجد سلیمان تا انقلاب 112 میلیارد دلار بوده، حدود این با احتساب تورم و قدرت دلار در اون زمان حدود 400 میلیارد دلار بوده از زمان کشف نفت تا تحویل دادن یا تحویل گرفتن کشور توسط روحانیت شیعه و مخلفات که آمدن و کشور رو تحویل گرفتن. با اون درآمدهای 400 میلیارد دلار نرخ امروز چه شد در ایران خود شما میتونید بررسی کنید با همه این نقصایی هم که احتمالاً داشت و با این بیش از حدود 1400 میلیارد دلار چه میشد و چه شد و چه کردن. آقای طیب نیا به صراحت میگه همه بدهکار هستند و تازه این اول کار هست. رئیس بانک مرکزی اشاره میکنه که کسی به دلش صابون نماله که برجام هر چه که هست آغاز خواهد شد، اجرایی خواهد شد، سیر یا سیل دلار و ارزهای خارجی روانه بازار خواهد شد و رونق خواهد یافت. متاسفانه چنین نیست و این پول ها اونطور که آقای رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف میگه پیشخور شده در دولت آقای احمدی نژاد. چگونه و چرا خود شما بهتر میدونید. اما در این شرایطی که این گزارش ها رو منتشر میکنن گزارشگران که به عنوان مسئولان اقتصادی کشور هستن یا مسئولان اقتصادی کشور که به عنوان گزارشگر عمل میکنن و خبر میدن بیشتر و نه راه حل و طبعا در نظامی مثل ایران تمام راه حل ها از الف تا یه به رهبر کل ولی فقیه مربوط میشه. قطعا ایشون فکر همه کارها رو کردن. ببینیم راه حل ایشون چه هست برای حل این مشکلات. در نشستی که اخیرا درباره تعیین جانشین برای خودشون گفتن که باید این جانشین هم به راهی برن که ایشون رفته، به راهی برن که آیت الله خمینی رفته که ایران به اینجا رسیده که از زبان مسئولان شنیدیم. و این راه چرایی هست میشنویم. مردم نگاه میکنن به ظاهر، اگر به چشم ظاهری نگاه کنیم، خب مجلس خبرگان میان هر سالی دو مرتبه دور هم جمع میشن، مینشینن بحثای سیاسی و غیر سیاسی میکنن و بعدم متورق میشن. نباید به این چشم نگاه کرد به مجلس خبرگان. مجلس خبرگان مناس رهبر انتخاب کنه. شوخیه. اون روزی که
رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی رو انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟ آیا چنین کسی رو انتخاب میکنن؟ یا کسی رو انتخاب میکنن که جور دیگه است؟ این خیلی مهمه. کسی رو شما میخواهید برای مجلس خبرگان انتخاب بکنید که در واقع او رهبر رو انتخاب خواهد کرد که کلید حرکت انقلاب دست اوست؟ این خیلی اهمیت دارد. این خب بله، رهبری باید انتخاب بشه. اولا مردم که اگر این کار میکنه همین ظاهرا نگاه میکنن که اشتباه محضه، باید باطن موضوع رو هم ببینن. همونطور که آقای خامنه ای اشاره کردن، باید به عمق موضوع اهمیت خبرگان آگاه بشن و ببینن که اینا کار ساده نمی کنن. رهبری انتخاب میکنن که کلید انقلاب در دستش است و در برابر دشمن، این دشمن هر حال هست کارش نمیشه کرد، و در برابر دشمن بیسته. این سفره خالی شد و این بساطا اینا یک مقدار لوس بازی های اولاد کوروش و داریوش و کمی هم علامه مجلسی است، اینا مهم نیست. دشمن باید در برابر دشمن ایستاد و باید کسی رو انتخاب کرد. همین آقایونی که میرن در مجلس خبرگان، فکر نکنید، همین به ظاهر نگاه نکنید، همونطوری که آقای خامنه ای گفت، اینا میرن و رهبر انتخاب میکنن و رهبری که در برابر هجمه دشمن میسته و کلید انقلاب در دستش است. این دشمن هم که میدونید که از در بیرون میکنید، از دیوار میاد، میره با لباسهای مبدل و مختلف میاد و حمله میکنه مثلا به سفارت عربستان که جمهوری اسلامی رو بدنام کنه. وگرنه کی حکومت ایران، کارگزاران حکومت ایران در سفارتگیری و حمله و هجمه به سفارت ها نقشی داشتن یا تجربه‌ای داشتن؟ دیدید دیگه، یعنی از شیعیان انگلیس بودن تا اسرائیلی ها بودن تا آمریکایی ها بودن تا پیروان آیت الله صادق شیرازی بودن تا امت ولایت مدار بودن، همه بودن با لباس های مختلف، ولی کسی نبود از مسئولان جمهوری اسلامی. کار دشمن است. دشمن کارهای مختلفی میکنه. یکی از نمونه کارهای عجیب غریبی که دشمن میکنه و مرتب، من زامن اینجا در آمریکا، شما میرید وارد هر قهوه خونه ای میشین، میبینین آمریکایی‌ها دارن با هم پچ پچ میکنن. چی دارن میگن؟ دارن توته میکنن که این دفعه چی کار کنیم، این دفعه مثلا بریم در تهران این بلوا رو بپا کنیم با لباسای دیگه. مرتب شبانه روز میخواید غافلگیر کنید، ساعت یک بعد از نصف شب مثلا میرین این سوپرمارکتایی که باز هستن 24 ساعته، باز میبینین این آمریکایی‌ها ایستادن داره پشت این آیلای مثلا خاربار دارن با هم پش پش میکنن، توته شبانه به وقت ایران روزانه. همه اینا هست. یکی از توته های عظیمی که کردن، آمدن دشمن وقتی دید که ایران از نظر کشاورزی چنان پیشرفت کرده، وقتی دید روحانیت شیعه، ملایان شیعه ایران رو تحویل گرفتن و ایرانی که در قحطی به سر می بود از نظر کشاورزی و به خاک سیاه نشسته بود و آیت الله خمینی آمد بر اساس توصیه آقای آل احمد و ایران رو نجات داد در پیوند با روشنفکران و ایران رو هم رسون به جایی که فتح و فراوانی، آب و آبادانی، اینی خب به فکر افتاد که این زمین های ایران رو از حاصل خیزی بندازه. آیت الله خمینی و بقیه روحانیان و مخلفات ایشون چنان کشاورزی رو توسعه دادن که اصلا زمین بایر در ایران دیگه پیدا نشد. خب دشمنه دیگه. دشمن آمد و فکر کرد چجوری میشه این کشاورزی رونق یافته ایران رو از رونق انداخت. کاری کرد یکی از دانشمندان مکتبی جمهوری اسلامی آقای روازاده، دیدید در برنامه های دیگه حتما،
باز میبینیم چون مهم هست کشف ایشون، دشمن رو خار و ذلیل و خاکستر نشین کرده. با هم میبینیم کشف تازه دانشمند عظیم الشأن حکومت فقیر. درخت بنده همیشه پای تلویزیون پای میکروفون میگم، همه جا دارم سخنرانی میکنم میگم، هر جا مسئولین رده یک نظام هم باشن جلوشون گفتم ای مردم شب عید که میشه درخت ها میخوان رشد کنن، یعنی شکوفه کنن، برید ببینید اینایی که تازه کاشتن، کاجه کاج کاجایی که تازه شهرداری کاشته، هر جا کاشته برید ببینید تازه کاشتن ها، کهنه هاش که سفت و سنگ، تازه از جوانه، برید دستتون رو بگیرید بهش، همه قدم که میزنی یه ذره بکشید بالا، یه کم بکشید بالا ولش کنید، این خوش میشه، از شرش راحت میشه. این کاجا رو آمریکا توی این مملکت آورده، اینا رو بهش میگن کاج آمریکایی، تو چیتکر زیاده، زمان شاه آوردن همین چیتکر، پارک چیتکر. بریم تا حالا کی زیر درخت کاج تا حالا جای رفته نشسته؟ یه نفر بگیم نداری، نه سایه داره نه برگ داره که حیوانی بخواد بخوره، عرض شود که نه سایه داره نه میوه داره، و ضمناً هر جا درخت کاج رو بکاری دو تا اتفاق مهم میفته، یکی این که کاج آب رو از سطح زمین میکشه به عمق، یعنی هر وقت بری کنار درخت کاج میبینی خشکه، علف هم هر علف هر زم کنارش سبز نمیشه چون علف آب سطحی میخواد دیگه خوش. یکی این که درخت کاج رو، این کاج رو، کاج آمریکایی رو هر جا بکاری تا 10 سال اونجا کاشتی، بعد از 10 سال دیگه اون خاک تولید آهک میکنه و فاسد میشه و ابد و ده دیگه برای کشاورزی به درد نمیخوره. اینا لعنتی آمدن کشور ما رو توسط عمالشون، نفوذشون در داخل کشور ما از زمان طاغوت یاد دادن که کاج بکاری. من نمیدونم این چه مرضیه که چرا توت نمیکنه. خب به این روشنی، وظیفه ملی، میهنی، مذهبی، هر چه که هستم روشن شد برای شما عزیزان یا اونهایی که پای منبر این دانشمند عظیم الشأن نشسته بودن، که هر جا درخت کاج دیدین کار نداره، میگیرین یکم که بالا بکشین دیگه توطئه دشمن خونسا خواهد شد. هیچ اینجا تا کشیدید این درخت بالا، اینجا نشون میدن در سیاهی جای مختلف دشمن میبینه یه درخت کاج رو مثلا فرض کنید در امیریه مثلا از کار انداختن، وا مصیبت، یا یه درخت کاج رو در جای دیگه تهران، جای مختلف، شیراز پر درخت کاج هست و جاهای دیگه. بنابراین این توطئه دشمن، خوشبختانه همه هوشیارن، یعنی در جمهوری اسلامی از خود ولی فقیه بگیرین تا دانشمند عظیم الشأن مثل ایشون، آقای زواری، و بقیه از علمای اعلام دولتی گرفته تا دانشمندان عظیم الشأن حکومتی تا شعرهای دربار آقای خامنه ای، همه آماده و هوشیار هستن. عوامل داخلی و خارجی ایشون تماما اشراف کامل بر توطئه های دشمن، وگرنه چطور میشد؟ به این سادگی نیست. شما فکر کنید چقدر پیچیده است، چقدر کار شده تا اومدن کاج رو بکارن در ایران از زمان قبل از انقلاب. کاشتن که زمین های ایران چی به نتیجه نرسه، از همون موقع داشتن توطئه میکردن علیه حکومت فقیه. حالا کاجا رو کندیم یا درخت های دیگر کندیم، ریزگرد اومد و اینها، اون ها مهم نیست، اون ها مسئله چندان توطئه دشمن خونسا بشه برای ما کافی است. به هر حال و واقعا هم ببینید یکی از کشورهایی که توطئه دشمن رو تون تون خونسا میکنه همین کره شمالی هست، و واقعا هم حق داره آقای منصور عرضی از مداحان مشهور حکومت فقیه است که آمده گفته آقای کشور به این میگن، این کره شمالی میگه وسعتی بنداده تهران هم نداره ولی کار خود رو میکنه، چون به خودش تکیه کرده، به جوانان تکیه کرده، تازه بیدین هستن و کار خود رو میکنن، چرا نماینده آنها نماینده سازشکار نیست؟ حالا داره به اون یکی جناح میزنه، میگم دیگه انتخابات هست و اینه. به هر حال خب این خیلی جالبه دیگه، میگه آنها چرا مداح اهل بیت نشدند؟
با این حال مدعیانی که باید بر نفس خود پیروز باشند وقت آزمون و نیاز جامعه مثل انتخابات در عرصه دیگر فعالیت میکنند. این حرفای زبان زرگری است که خود اطرافیان و اکنافیان و حکومت متوجه میشن. ولی به هر حال ستایش از کره شمالی هست. آقای منصور عرضی از مدعیان اختراعی در حکومت اسلامی دینی ایران هست. یکی دیگه از کسانی در همین ردیف که باز از موهبتهایی هست که انقلاب نصیب ایران و ایرانیان کرده، سردار نقدی هست. سردار نقدی هست. ببینید تمام این کارهایی که در ایران انجام شده به مرور روشن میشه کار کیا بود. یعنی الان وارد ما مرحله ای شدیم که دیگه کی بود کی بود، من نبودم هست دیگه. آقای روحانی هم معرف این هست، آقای جواد ظریف هم همینطور و دولت ایشون. حالا آقای روحانی مسئول شورای امنیت بوده، آقای ظریف نماینده بوده در سازمان ملل و تمام اعضای این دولت هم یه کاری بودن در دولت‌های پیشین، دست مستقیم در خون داشتن یا نداشتن یا غیر مستقیم، کسانی مثل آقای پور محمدی و غیره، نوعی مسائل دیگه است. ولی الان قرار بر اینه که ما بسیار متمدن هستیم. کی گفته ما گروگان گرفتیم؟ بسیار چیز زشتی گروگان گیری. کی گفته ما به سفارت ها حمله میکنیم؟ این کار شیعیان انگلیس بوده و اسرائیلیا بوده و بقیه بوده. ما همچی کاری ابدا ممکن نیست. و کی گفته ما قتل های زنجیره‌ای رو ما انجام دادیم؟ چنین نیست ابدا. اینها رو کی سازماندهی کرده؟ قتل های زنجیره‌ای کاری کی بوده؟ قتل های زنجیره‌ای، سلطنت طلبان قتل های زنجیره‌ای رو راه انداختن. این رو کم کسی هم نمیگه، سردار نقدی میگه. پس دنیا بدانن که گروگانگیری، حمله به سفارت عربستان کار شیعیان انگلیس بوده تا پیروان آقای صادق شیرازی. اسرائیلی همه با هم متحد شدن این هست. و بقیه مسائل. و اینجا در اینجا باز دنیا بدانه. چون ما حرفایی که میزنیم همش یا باید دنیا بداند یا جهانیان آشنا بشن. چرا؟ معلوم نیست که جهانیان و دنیا باید کار زندگیشون بزنن کنار، متوجه ایران فقط باشن که بشنوند و بدانند و آگاه بشن. به هر حال و این رو هم بدانند که این سلطنت طلبان بودن که قتل‌های زنجیره‌ای رو راه انداختن تا سردار نقدی و بقیه و آقای پور محمدی و هر آن کسانی که آقای فلاحیان و آقای رفسنجانی و بقیه رو بدنام کنن. وگرنه این آقایون و قتل و آدم کشی ابدا. مطمئنم شما هم مثل من حرف سردار نقدی رو باور میکنید و قطعا جهانیان، بخشی از جهانیان همین آمریکایی‌ها هستن که در اینجا، حالا ما بعدا اگه گذرمون افتاد به سوپرمارکتی جایی وقتی در حال توطئه هستن خواهیم پرسید شما میدونستید که قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، همه آمریکایی‌ها میدونن که البته قتل‌های زنجیره‌ای در ایران کار سلطنت طلبا بود و حکومت ایران نه ابدا. ولی با این حال کار از محکم کاری ابن نمی‌کنه، خواهیم پرسید، به اطلاع شما خواهیم رساند. و ما در این میون که چنین هست، وضع اقتصادی کشور این هست، به کوری چشم دشمنان انقلاب و استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل، همه اینها که میگن وضع مردم ایران خوب نیست، علارغم گزارش اقتصادی وزیر اقتصاد و علارغم حرفایی که من و شما زدیم، یعنی من زدم شما هم حتما پای تلویزیون فرمایشاتی داشتی درباره آقای خامنه ای که به فکر مردم نیست، نه چنین نیست، اون گونه که باید و لازم هست به فکر مردم هستن، اونقدر شاد و شاداب به تفریحاتشون مردم میرسن، زندگیشون میکنن، خوشی ها هست. یک نمونه از خوشی های مردم ایران رو میبینید که کم از خوشی های مردم در ونیز نداره. این همه راه لازم نیست به ونیز برید، گوشه از ایران اهواز با هم میبینیم و خوشی های مردم ایران. بنزین ده.
خواهم بچه ونیزی؟ اینجا ونیز نیست، کوچه های عوازی بیا. خب مبادا فکر کنید که این وضعیت در کوچه و خیابان اهواز به وجود اومده ناشی از نارسایی سیستم شهری هست، ابدا چنین نیست. این آبها رو کار دشمن راه انداخته در شهر، اما خوشبختانه با هدایت شبانه روزی روحانیت حاکم در ایران، مردم امت همیشه در صحنه، حتی همیشه حاضر در قایق، آمدن توطئه دشمن رو خونسا کنن، بر قایق بر امواج فرستاده شده آبهای روان شده توسط دشمن حرکت میکنن با شور و نشاط. و به این طریق توطئه‌ای از هزاران توطئه دشمن چی؟ خونسا میشه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب در آغاز برنامه من اشاره کردم به مقدمات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. در اینجا بسیار دقیق گذشته افرادی رو که هستن مورد بررسی قرار میدن. این نیست که کسی بیاد حرفی بزنه، این نیست که کسی آدم کشته باشه در حکومتی جایی و بعد بیاد خب بگه حالا دیگه ما متحول شدیم، تحول پیدا کردیم. حق هر کسی تحول پیدا کنه، اما هر کسی هم مسئول اعمال خودش هست در هر جا، و باز بخوان در صف اول رهبری مردم باشن امکان نداره. در هیچ دموکراسی چون این اجازه رو نمیدن، ولو اینکه مثلا دوره ای که آدم میکشت پیرو آیت الله خمینی بود یا پیرو آیت الله خلخالی بود یا کارگزار و پامنبری آیت الله خلخالی بود و الان مفاتیح الجنان رو کنار گذاشته، هابرماس یا کارپوپر رو در دست گرفته. بنابراین بفرمایید شما صف اول. چون این نیست در هیچ دموکراسی، چون اجازه نمیدن. و این هستش که گذشته هر نامزد انتخاباتی در دموکراسی و در اینجا به طریق واقعا مور از ماسک کشیدن هست که در گذشته چه کردید، حتی در دوره دانش آموزی. بنابراین چون سرنوشت ملتی کشوری به دستمون سپرده خواهد شد، ولی در ایران و جاهای دیگه متاسفانه چنین نیست. این نیست که فقط حرف دموکراسی زده بشه، و به همین اعتبار ما تا دیروز پیرو علی شریعتی بودیم، خب هیچ مشکلی نبود، اشکالی هم نداشت، پیرو هر چی هر فکری. ولی امروزه متوجه شدیم که چنین نیست و چنان است. خب بسیارم عالی. ما دیروز پونز به پیشانی دختران میچسبونیم، امروز فهمیدیم دموکراسی چیز خوبی است. خب این تحولی است، اما مسئولیت اون پونز چسبوندن ها چی؟ بنابراین پس شما صلاحیت ندارید برای رهبری جامعه. این رو به سادگی در دموکراسی ها به آدم ها میگه، اجازه نمیده. یعنی کسی اگر در جایی هفتیر کشیده بود و آدمی رو تهدید به مرگ کرده بود، خب راه پیدا نمیکنه که برای انتخابات مجلس، سنا یا نمایندگان یا سنا یا ریاست جمهوری. اما در ایران بسیار ساده است. در کشورهایی که دموکراسی نیست بسیار از این موضوع بهره میبرن. ولی از جمله در ایران هم الان مقدمات انتخابات هست، علیه هم دیگه حرف زدن در یک حکومت دینی که قرار بود انسان والایی تربیت بشه و بیرون بیاد نامزدها. این روزنامه نیمه دولتی رسالت هست که صراحتاً می‌نویسه برخی تایید صلاحیت شدگان سابقه شرکت در قتل و زنا با بستگان دارن. حالا این زنا بماند چه ترمیست، اما با بستگان دارن. روزنامه رسالت هست، نوشته کسانی که صلاحیت اونها تایید شده. به همین جرمهایی که می نویسن بسیاری رو اعدام کردن و اعدام شدن و
به هر حال میگم نوع دموکراسی اختراعی ما ایرانی ها هست، چون این هست و که میبینید، ولی طبق معمول اسامی منتشر نمیشه یا طبق معمول کسانی که در دایره حکومت هستن متوجه هستن کدوم یکی از این برخی، این برخی ها کدوم هست. همیشه در حکومت ایران برخی چون این همه این برخی ها رو که جمع بزنید میشه مجموعه افرادی که ایران رو تحویل گرفتن و همچنان ادامه میدن. خبر دیگه ای که ما داریم، آقای فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری آمده گفته که همه تحولات خاورمیانه زمین ساز ظهور است. حرفی است، اعتقادی است. آقای جعفری یک فرمانده نظامی سپاه پاسداران آمدن و یک همچین حرفی رو زدن. هر حال آیا یک مقام نظامی ولو پاسدار، که پاسداران خب تا چند اندازه واقعا نظامی هستن، تا چند اندازه اقتصادی، این صفت ها دیدی در ایران رواج داره، ملی مذهبی و بقیه، سیاسی الهی و از این عنوان ها انجام هست دیگه. نظامی اقتصادی شاید اصطلاح مناسبی باشه برای آقای جعفری. و اما در ایران همچنان دست از سر این هولوکاست بر نمی دارن، آمدن و یک باز یک مسابقه گذاشتن برای هولوکاست که بیان کاریکاتوریستایی از این ور اونور جهان، همون آقای احمدی نژادی که بیرقدار این موضوع بود و با حمایت مستقیم دفتر رهبری و خود بیت رهبری آمدن و دوباره پیروان یا گوشه ای از این حکومت، نمایشگاه بین المللی هولوکاست. هولوکاست رو من شرح میدم برای بینندگانی که احتمالا نمیدونن، کشتار یهودیان بود حدود 6 میلیون در آلمان هیتلری و بخشی از اونها در اردوگاه هایی که در بردارنده کوره های آدمسوزی بود در شهر برلین آلمان و برخی دیگه از شهرها. میبینید بر تابلوهای بزرگی هست، بیلبوردهای بزرگی هست که بر اونها نوشته ما این اسامی رو اجازه نداریم فراموش کنیم. اسامی اردوگاه‌هایی هست که در اونجا آلمان هیتلری یهودیان رو کشت و نیز کسان دیگری رو، حدود 6 میلیون یهودی، جاهایی مثل آشویتس و جاهای دیگه. در تهران این اصرار هست که بیان و مثل بسیاری از واقعیت‌ها چون این واقعیتی رو هم انکار کنند. آقای احمدی نژاد با صدای بلند گفت و بسیاری با زبون زرگری میگن در جمهوری اسلامی، حمله به دفتر امدادرسانی ایران در سومالی. دفترهای امدادرسانی، خب در اونجا گروه های اسلامی هست به اندازه کافی، گروه های اسلامی که میبینیم یه شاخه‌ای از بوکو حرام هست، شاخه‌ای از القاعده هست، شاخه‌ای از همین آیسیس هست یا داعش هست و شاخه های دیگه. بنابراین این دفتر امدادرسانی رو که میدونید معمولا باز هم همون زبون زرگری هست، امدادرسانی منظور امدادرساندن به هم گروه هایی در همین ردیف، سلاح و یک مقدار از همین ارزهایی که قبلا تبدیل شده به ریال و خرج شده و از این قبیل. این دفتر امدادرسانی مورد حمله قرار گرفته. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این خبر رو ده. و یک روزنامه آمده، روزنامه لندن هست، روزنامه که دیل تلگراف هست اومده و یک گزارش منتشر کرده و گفته در حوزه‌های علمیه در ایران تبعیض علیه زنان وجود داره. این ای بابا رو برای این موقع گذاشتن فکر میکنم. و تبعیض کجا بود؟ مرد حسابی یا خانم حسابی دیلی میل، نه دیلی تلگراف میبخشید، کدوم تبعیض در ایران؟ کلمه تبعیض اصلا موردی نداره، چون در هیچ مورد، شما بینندگان عزیز واقعا آیا شاهد بودید در هیچ موردی علیه کسی تبعیض، به خصوص علیه بانوان تبعیض کسی قائل بشه؟ ابدا. باز وقتی میگیم این خارجی ها چشم دیدن پیشرفت های ایران رو ندارن، کاج رو میفرستن کشاورزی ما رو
از کار بندازن. چرا؟ چون سیب زمینی اوهایو اینجا رو دستشون مونده و ما سیب زمینی صادر میکنیم به جهان، به تمام کشورهای همسایه، در همسایه و بقیه جاها. این هم از این تبعیض کجا بود؟ در ایران در تمام زمینه ها مساوات وجود داره، حتی در حوزه علمیه. در حوزه علمیه هم بانوان میتونن برن اونجا به مرجعیت برسن، شاید هم به مرحله فقاهت برسن و در زمینه های دیگه. به هر حال این از اون کارهای به خصوص هست که برخی از مطبوعات شیطنت هایی که انجام میدن، میگه برخی گزارشم گفته حدود 60,000 طلبه زن در حدود 500 مدرسه وجود داره. یک چندین پیام هست، من پیام ها رو به سرعت جواب میدم، یعنی واستاب میدیم. آقای پیغام گذاشتن، خانم مونا نوری سپاسگزار هستیم از محبت شما در مورد برنامه، و همینطور پیام شما رو برای آقای رضایی حتما خواهم فرستاد. آقای قلندر شهر شعری فرستادن، میگه آقای روحانی دیروز در جمع هیئت دانمارکی گفت سیاست خارجی ما بر مبنای برد برد است. گفته که بله راست گفته بنده خدا، هر کس شرافت ما رو برد برد، هر کس آبروی ما رو برد برد، هر کس عزت ما رو برد برد، هر کس دانش ما رو برد برد، هر کس اقتدار ما رو برد برد، و ادامه میدن به همین سیاق طنزآمیز خودشون. از دوستان عزیزی که پیام گذاشتن برای من، امیدوارم در برنامه‌های آینده، همیشه قول دادیم اما متاسفانه نرسیدیم، مثل علی ذبیحی، سودابه حسینی، سرکار خانم شقایق میت و بسیاران دوستان و بینندگان عزیز. روی صفحه فیسبوک میتونید پیام‌های خودتون رو بذارید، پاسخ داده خواهد شد یا دست کم بازتاب داده خواهد شد، حتما چنین خواهم کرد. با سپاس بسیار از شما، در پایان برنامه با هم دل می سپریم به یکی از صداهای جاودان موسیقی ایران، به یکی از بانوان ارجمند در قله موسیقی ایران، دلکش گرامی. با هم دل می سپریم به دلکش گرامی، به آوای او، آواز او، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان همیشه شاد باد.
همه پیمان که از اون لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از اون.